درود بر شما به برنامه زوم هشتم مهر ماه اخبار منتخب ایران شهر برای شما خوش آمدید. درست پس از انتشار سخنان شاهزاده رضا پهلوی که در یک ویدیو خطاب به مردم ایران سخن گفتند، جامعه سیاسی ایران به شدت به تکاپو افتاد و افراد و جناح‌های مختلف به این سخنان واکنش نشان دادند. شاهزاده رضا پهلوی در سخنان خود بر اصل ایرانگرایی تاکید و همه مردم ایران را به مسئولیت پذیری در برابر ایران دعوت کردند. ایشان همچنین در راه براندازی حکومت اسلامی از ایرانیان خواستند با استفاده از ابزار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های عمومی جهت ساقط کردن جمهوری اسلامی به هم بپیوندند. به گفته ایشان تنها آلترناتیو مقبول برای جایگزینی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم است. از سخنان شاهزاده رضا پهلوی اغلب گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مشروطه‌خواه استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت آغاز حرکت‌های به هم پیوسته و سیاسی در داخل ایران ارزیابی کرده‌اند. در مقابل برخی نیز نظر مخالف دارند و این سخنان را تکراری ارزیابی کرده‌اند. یکی از چهره‌های شناخته شده چپ مارکسیست بی آنکه به دستاورد سازمان‌های چپ در 14 اخیر برای گذر از جمهوری اسلامی اشاره کند توییت کرده که اگر شاهزاده به حاکمیت مردم معتقد است برود کنار. بی بی سی فارسی نیز که از جریان اصلاحات در حکومت اسلامی حمایت می‌کند با حاشیه‌های معنادار پیام شاهزاده را گزارش کرده است. بی بی سی فارسی در توضیح برنامه خود شاهزاده رضا پهلوی را شاهزاده پیشین خطاب کرده است. شهریار آهی سخنگوی شورای مدیریت گذار پس از سخنان شاهزاده در شبکه ایران اینترنشنال ظاهر شد و به سرعت سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به برخی اندیشه ها و اهداف این جمع متصل کرد و سخنان شاهزاده را به این تعبیر کرد که مردم ایران نباید به منجی‌گرایی روی بیاورند و اکنون دیگر انتظاری از یک رهبر فردی نداشته باشند. همه این نظرات مختلف اما در حالی است که رهبری شخص شاهزاده رضا پهلوی تنها گفتمان در حال رشد در بین مردم ایران است. مردم ایران از مدت‌ها پیش نه تنها از کلیت نظام اسلامی گذشته اند بلکه از بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی نیز عبور کرده اند و در حال حاضر شخص شاهزاده رضا پهلوی تنها شخصیتی است که مردم ایران به دلایل مختلف به او اعتماد و ایمان دارند و این پایگاه هر روز به طور مشخص در شبکه‌های اجتماعی که تنها مکان برای ابراز عقاید ایرانیان شده است مشهود است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه هفتم مهر ماه در گزارشی اختصاصی از قول سه فرد آشنا به موضوع نوشت که دولت ترامپ در حال بررسی تحریم‌های جدید برای قطع کردن اقتصاد ایران از جهان خارج است. به نوشته این خبرگزاری، دولت آمریکا قصد دارد این کار را از طریق هدف قرار دادن بیش از 12 بانک و غیر قانونی اعلام کردن تعامل با کل بخش مالی ایران به انجام برساند. این سه منبع که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند که این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی دارد. یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط رژیم ایران و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن نامزد دموکرات ریاست جمهوری برای پیوستن مجدد به توافق برجام در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر است. بلومبرگ می نویسد که این پیشنهاد هنوز در دست بررسی است و برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ارسال نشده است. این امر نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیررسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد. بر اساس این طرح دولت آمریکا حدود 14 بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده اند در فهرست سیاه قرار می‌دهد. فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر می‌شود. به گفته اداره گمرک جمهوری اسلامی، رژیم ایران با چندین کشور
از جمله چین و امارات متحده عربی به تجارت خود ادامه داده و تجارت خارجی غیر نفتی ایران از ماه مارس تا اوت به 24.6 میلیارد دلار رسیده است. به گفته منابع مورد استناد خبرگزاری بلومبرگ، مدافعان تحریم‌های جدید همچنین معتقدند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش رو، رفع این تحریم‌ها در چارچوب برجام دشوار خواهد بود. زیرا دولت بایدن برای این کار باید نشان دهد که رژیم ایران دیگر فعالیت‌هایی در رابطه با گسترش موشک یا تروریسم انجام نمی‌دهد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر ماه هشدار داد که گزینه حمله پیشدستانه کشورش به رژیم ایران هنوز به روی میز است. بنیامین نتانیاهو هشدار به رژیم ایران را در جریان سخنرانی مجازی برای آیینی در گورستان نظامی اسرائیلی در سال روز جنگ سال 1973 میان اسرائیل و کشورهای عرب بیان کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل وی در این مراسم گفت اگر قبل از شروع جنگ آن سال اقدام به حمله پیش دستانه کرده بودیم، جنگ یوم کیپور سمت و سوی کاملا متفاوتی به خود می گرفت. بنیامین نتانیاهو اظهار داشت واقف است که حمله پیش دستانه کاری بسیار سخت است. اما نظر به درس عبرت از جنگ سال 1973، اسرائیل آموخته که باید برای محافظت از خود هر کاری را انجام دهد و در این ارتباط یک حمله پیشدستانه را بعید نمی‌داند. وی در مورد حضور نظامی رژیم در سوریه نیز گفت رژیم ایران می‌خواهد در مرز شمالی ما استقرار یابد و با اینکه هنوز به ما حمله نکرده، ما نباید به او اجازه استقرار در آنجا را بدهیم. به همین دلیل از تمرکز نیروهای رژیم و متحدینش در سوریه جلوگیری کرده و با آنها مبارزه می کنیم. هشدار بنیامین نتانیاهو در مورد حمله پیشدستانه علیه حکومت ایران در حالی بیان شد که گیلاد اردان، سفیر جدید اسرائیل در سازمان ملل، در توییترش خبر داده است که بنیامین نتانیاهو در سخنرانی مجازیش در شامگاه سه‌شنبه برای نشست عمومی سازمان ملل مطلب جدید و جالبی بیان می‌کند که نیازمند واکنش سازمان ملل و شورای امنیت خواهد بود. یک نماینده مجلس اسلامی ایران که عضو کمیسیون اقتصادی هم هست در تعریف رشوه چنین نظر داد که رد و بدل شدن پول تا مبلغ 2 میلیون تومان رشوه حساب نمی شود. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر شیرینی پرملات باشد با رشوه تفاوتی ندارد گفت اعتقاد من بر این است اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل 500,000 تومان یا 1.2 میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری برنا، کاظم موسوی روز سه‌شنبه 8 مهر ماه درباره تفاوت رشوه و شیرینی در سیستم اداری کشور افزود اهدای این مبالغ مانند آن است که شخصی به خانه کسی می رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می دهد. اما اینکه افراد مبلغ‌های 100 یا 500 میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود. این نماینده مجلس اسلامی در حالی در سایه مبارزه با رشوه، گرفتن پول و به زبان ساده رشوه را شیرینی به حساب می‌آورد که خود در دستگاه قانون‌گذاری اسلامی ایران مشغول به کار است. این دور از مجلس شورای اسلامی که مجلسی ولایی است و اعضای آن دستچین شده های علی خامنه ای رهبر رژیم هستند، قرار بوده که برای تصحیح اشتباهات وارد میدان شوند و مشکلات رژیم را در بخش های مختلف از جمله فساد اداری رفع کنند. اکنون یکی از همین نمایندگان ولایی علنا دریافت رشوه و فساد را در حد محدود مجاز می داند. به نظر می رسد که این دور از مجلس شورای اسلامی به مراتب فاسدتر و گمراهتر از مجالس اسلامی قبلی باشد و مردم ایران باید منتظر بدتر و وخیمتر شدن شرایط از هر نظر باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد شمار جانباختگان روزانه ویروس کرونا از 200 نفر بالاتر رفته است. سیما سادات لاری، سخنگوی این وزارتخانه روز سه‌شنبه 8 مهر ماه گفت طی شبانه روز گذشته 207 نفر در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته او تعداد کل مبتلایان به 453,637 مورد رسیده است.
سوالات لاری اشاره کرد این آمار نتیجه 3,986,720 مورد آزمایش تشخیص کرونا است. این مقام وزارت بهداشت وضعیت ابتلای 4,079 نفر از مبتلایان را شدید دانست و از بستری آنها در بخش مراقبت‌های ویژه خبر داد. تمام این آمارها در حالی منتشر می شود که حتی محاسبه خوشبین‌ترین رسانه‌های مستقل از میزان مرگ و میر در کشور بر اثر کرونا بسیار با آمارهای دولتی فاصله دارد و حتی برخی از مسئولین دولتی آمارهای واقعی را تا 20 برابر آمار دولتی اعلام کرده اند. این در حالی است که رژیم و به ویژه دولت تدبیر و امید حسن روحانی برخلاف توصیه متخصصین عزاداری در ماه محرم را مجاز اعلام کرد و پس از آن هم آن را موفقیت آمیز خواند، در حالی که مرگ و میر ماه محرم اکنون به سطح آمده و در جامعه خود را نشان می‌دهد.